کسی میخواد همسفر حضرت باشه، بسم الله من کان بادلن فینا مهجته. کسی اگر الان واقعا احساس میکنه که از جان خودش در راه سید الشهدا گذشته و حاضر این جان رو در راه سید الشهدا بده، بسم الله. البته میدونید کسانی پا به این میدان میگذارن که میدونن این جان دادن در رکاب سید الشهدا غرامت نیست. اینطور نیست که حضرت باری رو دوش ما میذارن، بلکه این فوز و غنیمت ماست. اگر کسی احساس کنه که چیزی از دست میده، جانش رو از دست میده وقتی به سید الشهدا گره میخوره، این نمیتونه کنار حضرت حرکت کنه. این قدم اول. قدم دوم فرمودن من کان بادلن فینا محجته موطنن علی لقاء الله نفسه. اگر کسی خودش رو آماده لقاء الله کرده، مشغول به دنیا نیست، از دنیا بزرگتر شده، دلش از دنیا بیرون رفته، آماده لقاء خداست، با ما حرکت کنه. کسانی که مقصدشون دنیاست، هنوز از دنیا بزرگتر نشدن و تمام همشون اینه که به دنیا برسن، به چرب و شیرین دنیا برسن، تجربه های فراوانی از اون در دنیا پیش روی خودشون دارن، اینا با امام همراه نمیشن. موطنن علی لقاء الله نفسه. البته این موطنن علی لقاء الله نفسه معنای ظاهرش اینه، یعنی آماده مرگه، چون از مرگ تعبیر به لقاء الله میشه. ولی خود این یه نکته مهم نیست، چرا از مرگ تعبیر به لقاء الله میکنن؟ کسی که مرگ خودش رو ما توفات میدونه، خیال میکنه وقتی میمیری تمام میشه. این نمیتونه با امام حرکت کنه، خونش رو پیش روی امام حسین بده، چون مرگ و پایان راه میبینه. کسانی میتونن با امام حسین علیه السلام حرکت کنن که مرگشون رو ادامه حیاتشون میبینن، مرگشون رو آغاز یک مرحله جدید از حیاتشون میبینن، به تعبیر دیگه مرگ رو لقاء الله میبینن. کسی که از دنیا بزرگتر شده، لحظه شماری میکنه برای لقاء خدا. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. تعبیر قرآن رو ملاحظه بفرمایید. اگر کسی امید به لقاء الله داره، مرگ رو پایان زندگی و نقطه تقاطع با زندگی خودش نمیبینه، مرگ رو آغاز سیر و آغاز لقاء الله میبینه، فان اجل الله لآت. اون مهلتی که خدا براشون قرار داده، اون مهلت فرا میرسه. کسانی میتونن با امام حسین تو این دعوت همراه بشن که موطنن علی لقاء الله نفسه، خودش رو آماده کرده برای لقاء الله. کسی که مرگ رو لقاء الله میبینه و یه جوری زندگی کرده که مشتاق لقاء خداست. میدونید آدم ها وقتی با مرگ روبرو میشند به لقاء خدا، بعضی نگران این مرگن، متنفرند. به حضرت عرض کرد یبن رسول الله، ظاهرن به امام مجتبی عرض کرد، مگر شما نفرمودید اگر کسی لقاء خدا رو دوست نداشته باشد، خدا هم لقاء او رو دوست نداره؟ ما سختمونه، ما الان لقاء الله رو دوست نمیداریم، سختمونه مرگ. حضرت فرمود مقصود الان نیست، مقصود تو لحظه معاینه است، تو لحظه مرگ که لحظه لقاء الله هست. بعضی تو اون لحظه مشتاق لقاء اند، بعضی هم نه، نگرانند، سختشون هست، او معیار هست. دیدید در دعای ابو حمزه تعبیر لطیفی است، خیلی تعبیر بلندی است. از خدا میخواد اللهم انی اسالک ان تملا قلبی حبا لك و خشیتا منك و ایمانا بك و تصدیقا بکتابك و فرقا منك و شوقا الیک یا ذا الجلال و الاکرام. پروردگارا قلب من رو مالامال از اشتیاق به خودت کن. اللهم املا قلبی حبا لك، مالامال از خشیت نسبت به خودت، ایمان به خودت و تصدیق به کتابت، خوف از جدایی، فرقا منك، شوقا الیک، مالامال از اشتیاق به خودت کن. بعد این ادامش اینه، حبب الی لقائک و احبب لقائی، لقاء خودت رو محبوب برای من کن. این حب لقاء به یک معنا ترجمه میشه به مرگ. البته فقط لقاء الله مرگ نیست، ولی اگه از مرگ تعبیر به لقاء الله شده، نکتهش همینه، یه لقای اتفاق میفته.
ممکنه انسان این لقاء رو دوست بداره، حبب الی لقاءک و احبب لقائی. اون وقت اگر من ملاقات خدا رو دوست داشتم، خدا هم این ملاقات رو دوست میداره و احبب لقائی. واجعل لی فی لقائک الراحت والفرج والکرامه. بعضی ملاقاتشون با خدا اینجوریست، اول راحتیشونه، اول گشایش در امرشونه، منتظر این لحظه بودن که همه عمرشون لحظه شماری میکردن که به این فرج و گشایش برسن. از دست دنیا و اسباب و پدیده ها و اینا خلاص میشن. البته بعضی تو تمام زندگیشون اینجوری انا هیچ وقت با دنیا ملاقات نمی کنن، دائما با خدا ملاقات میکنن. ولی حداقل مؤمن اینجوریست، مؤمن مرگش لقاء خداست، یه نوع زیارت و دیدار براش اتفاق میفته. البته همه ما میدونیم این لقاء به معنی ملاقات جسمی و با چشم سر خدا رو دیدن نیست، ولی بالاخره یه نوع ملاقاتی بین مؤمن و خدای متعال در مرگ اتفاق میفته. بعضی یه جوری راه رفتن که مشتاق این لقاءن، از دنیا بزرگتر شدن، دیگه دلشون تو دنیا نمی گنجه، دنیا لباس تنگی است بر اونها، کفش کوچکی است، این پاها دیگه تحمل این کفش ها رو نداره، بزرگتر از دنیا شدن. اینهایی که اینجوریان مشتاق لقاء خدا میشن. اینایی که مشتاق لقاء خدا میشن، لحظه شماری برای مرگ میکنن، اینا همراه کاروان امام به راه میفتن که این جان رو به امام بسپارن، امام این جان رو به ملاقات خدا ببره، با امامشون به لقاء الله برند. پس اینم شرط دوم. لذا کسانی میتونن تو این کاروان حرکت کنن که آماده ملاقات با خدا هستند. کسانی که هنوز خودشون رو آماده نکردند، هنوز خودشون رو جمع و جور نکردن امثال بنده، اینا به راحتی نمیتونن تو این کاروان حرکت کنند. حضرت در شب عاشورا یک توصیفی از اصحاب خودشون میکنن، وقتی زینب کبرا سلام الله علیها فرمود یا عرضه داشت که آیا اینهایی که موندن امتحانشون کردی؟ نکنه فردا اینها هم وسط دشمن شما رو تنها بذارن، کار که سخت شد برن. حضرت فرمودن من اینا رو امتحانشون کردم، توصیفشون میکنن. یکیش اینه، یستأنسون بالمنیت دونی استیناس الطفل به محال به امه. اینا با مرگ مأنوسن، مثل انس طفل به سینه مادر، اینجوری با مرگ مأنوسن. مرگ براشون یه امر غریبه ای نیست، مرگ رو تجربه کردن، مشتاقن. در مرگ یه لقایی میبینن که لحظه شماری میکنن برای لقاء اللهی که در مرگ براشون حاصل میشه. میخوان بساطشون رو از دنیا جمع کنن، از همنشینی با دنیا خلاص میشن. مؤمن تا تو این دنیاست، به خلاخره مأمور به همنشینی با دنیاست. امرتنی به رجوع الالآثار، در دعای عرفه سید الشهدا ملاحظه فرمودید آدم وقتی میاد تو این دنیا مأموره که با آثار و مخلوقات سر و کار داشته باشه، ولی یه عده‌ای یه جوری تو دنیا راه میرن. تو همون دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام این تعبیر هست، فرجعنی الیک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت منک الیها مسون السر عن النظر الیها مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها. وقتی برمیگردن به خدا اصلا آلوده به عالم مخلوقات نشدن، هم نشینی کردن ولی سر و باطنشون اعتمادی به این مخلوقات نکرده، مسون السر عن النظر الیها، با دنیا هم نشین بودن ولی سرشون دائما باطنشون مشغول به خدا بوده، نگاه هم به سمت دنیا نکرده، مسون السر عن النظر الیها مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها، اعتماد به دنیا نکردن، تکیه به اسباب نکردن، با اسباب راه نرفتن، با پول خدا تو عالم راه نرفتن، با خدا راه رفتن تو عالم، مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها. اینا وقتی هم برمیگردند اصلا به دنیا نگاه نکرده که حالا بخواد نگاهش از دنیا برداره، هم نشین دنیا بوده، اما در عین اینکه هم نشین با دنیا بوده با خدای متعال زندگی میکرده. قلوبهم فی الجنانه و ابدانهم فی العمل، دلشون تو بهشت، پاشون رو زمینه. اونایی که اینجوری هستند، اونایی که بزرگ شدن، اونایی که دست از دنیا شستن، اینا میتونن همسفر امام حسین علیه السلام باشن. من کان باذلا فینا محجته ما
مبتنن علی لقاء الله نفسه. کسی که مرگ رو دوست نمی دارد، کسی که مرگ برایش یک امر مکروه هست، این براحتی نمیتونه وقتی دعوتش میکنن به شهادت کنار امام حرکت بکنه. باید نگاه انسان عوض بشه. این هم نکته دوم. حالا اگر کسی جان خودش رو کف دست گرفته، مشتاق لقاء خداست، آماده دیدار با پروردگارش است، دل از دنیا شسته، از دنیا بزرگتر شده، آماده ملاقات با پروردگارش هست، این باید چه کار کنه؟ چجوری میتونه به لقاء الله برسه؟ خیلی آگاهی اینجوری میشن، یعنی بیقرار در دنیا میشن، دنیا دیگه بسشون نیست، متاع دنیا اونها رو اقناع نمیکنه، راضی نمیکنه، بیقرار هم هستن، بزرگتر هم شدن، نمیگنجن در دنیا. خب اینا باید چه کار کنن؟ اینا باید فلیرحل، قدم اول اینو باید کوچ کنن از دنیا. کوچ از دنیا به معنی بعضی فرمودن به معنی مسافرت نیست. مسافر غیر راحله، مسافر وطنش پشت سرشه، میره بر میگرده. راحل اون کسی است که دل از وطن شسته، چشم از وطنش برداشته، وطنش پیش روشه. فلیرحل. اگر کسی مشتاق لقاء خدا شده، همه سرمایه‌شو در دست گرفته که این سرمایه رو ببره به لقاء خدا برسونه، این باید کوچ کنه از دار دنیا، باید دامنشو جمع کنه، دیگه دنیا وطنش نباشه، به هیچ وجه قصد برگشت نداشته باشه، باید رو به خدا بره. این آدمه که به تعبیر دعای ابو حمزه ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی راحل شد راهش به خدا نزدیکه. همه دوری ما به خاطر اینه که ما پشت به خدا حرکت میکنیم تو عالم. اگر کسی رو به خدای متعال کرد، در قرب خدای متعال هست، خدای متعال با ماست همه جا، و هو معکم اینما کنتم. اگر ما رو به خدا کنیم، در قرب خدا هستیم ما هم. این هم شرط سوم، فلیرحل. شرط چهارم که مهمترین شرط اینه، فلیرحل معنا. اگر کسی جانش رو کف دست گرفته، بیقراری داره، از دنیا کوچ کرده، کوله بارش رو دوشش داره، رو به سمت خدا میره، باید خودش رو به امام برسونه. این مهمترین نکته است در سفر الالله. راهی به سوی خدا نیست الا با امام. فلیرحل معنا. اونایی که با امام حرکت نمی کنن طعمه شیطان میشن. اشتیاق هم داره، بیقراری هم داره، گاهی شوری هم تو دلش میفته، زیر پاش هم داغ میشه، دلش گرم میشه، میخواد حرکت کنه به سمت خدا. ولی اگر با امام حرکت نکنه به مقصد نمیرسه. فلیرحل معنا. باید بارشو برداره، خودشو به امام برسونه، با امام سیر کنه در عالم. کسانی به سمت خدای متعال حرکت میکنن که با امام حرکت میکنن. امام باب سبیل وجه صراط، امام هست که راه ما رو به سوی خدای متعال باز میکنه. وادی ولایت امام وادی توحید هست، صراط مستقیم، صراط محبت، صراط معرفت. بنابراین اگر کسی این قدمهای بعدی رو برداشت، حالا باید خودشو به امام برسونه. فلیرحل معنا. با ما بیاد، ما میرسونیش به مقصد. رسیدن به خدا امری نیست که بدون امام بشه. این راه با پای ما رفتنی نیست. مناجات های امام سجاد رو ملاحظه فرمودید، نه با پای دل، نه با پای عقل این راه رفتنی نیست. عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهک. همه عقل ها عاجزند، همه دیده ها نزدیک بین تر از این هستند که به ساحت جمال او نظر کنند. این راه با پای ما رفتنی نیست. اونایی که میخواستن با پای خودشون این راه رو برند، در آغاز این راه زمین گیر شدند. تنها راه اینه، انسان خودشو به امام برسونه. فلیرحل معنا. با امام میشه به مقصد برسی.
سبحانك ما اضيق الطرق على من لم تكن دليله و ما اوضح الحق عند من هديته سبيله. خدایا تو منزهی، راه ها تنگند، مگر تو دلالت کنی، مگر تو دستگیری کنی، مگر تو دعوت کنی. این راه با داعی الله، با کسی که دعوت کننده خداست، با کسی که او را هادی قرار داده، با کسی که او را چراغ راه قرار داده، این راه با اونها رفتنی است. این طور نیست که هر کسی بتونه راه خدا رو بره، نه. اونایی که مشغول به دنیا هستن که هیچ، اونایی که چسبیدن به جانشون و زندگیشون و فرش و عرششون، اینا که با همینا خواهند بود. هر که هر چی رو دوست داشته باشه، حشرش هم با هموست. اینا به خدا نمیرسن. اونایی که از همه چیز گذشتن، جانشون رو کف دست گرفتن، اونایی که خودشون رو توطینه برای لقاء الله کردن، مسئله مرگ براشون حل شده، آماده هستن در وادی شهادت قدم بگذارن و جانشون رو تو راه خدای متعال بدن، اینها باید اولا راحل بشن، دوم به امام برسونن خودشون رو. فلیر حل معنا. اینجور آدم ها اگر با خدا حرکت نکنن به جایی نمیرسن. همه دلدادگیاشون، همه اشتیاقهاشون، بیقراریهاشون اونا رو به جایی نمیرسونه. همه ریاضتهاشون، فداکاریهاشون اونا رو به جایی نمیرسونه. اینها باید خودشون رو به امام علیه السلام برسونن. اول آنم مسئله همین. الانم اگر کسی میخواد به خدا برسد، باید با کاروان امام حسین حرکت کنه. اتفاقا همه اهل بیت سفینند، ولی سفینت الحسین اسره. با امام حسین حرکت کنی، حضرت آدم رو زودتر میرسونن. همه ائمه چراغند، ولی ان الحسین مصباح الهدا. بدون این چراغ، بدون این سفینه، این راه رفتنی نیست. اونهایی که مرد راهند باید خودشونو به امام حسین برسونن. اونایی که نرسوندن، خیلی هاشون کشته هم شدن ولی به جایی نرسید. خیلی هاشون ریاضت کشیدن، مشغول طواف بودند. خیلی دعوت سختی است. همه دارن میرن به سمت عرفات، حضرت میان بیرون میگن هر کی دنبال لقاء خداست بیاد با ما. وقتی من دارم میرم به سمت کربلا، این مواقف مواقف محترمی است، حرمت داره، حرماتش و احکامش رو ملاحظه کرده، این خیلی مقامات مهمی هست. ولی همه این مقامات از ادله استفاده میشه، هیچ حرمتی ندارن الا به حرمت رسول خدا. مکه جایی است که خدای متعال برای نبی اکرم درست کرده که امتش رو به خدا برسوند، موقعیتی نداره در عرض حضرت. فرمود شریفترین مقام که کعبه است. فرمود مردم مأمور شدن بیان دور این سنگ‌ها بچرخن، با ما بیعت کنن. کعبه بدون امام سنگه، کعبه با امام یکی از حرمات اللهه. کعبه انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم. همه مواقف محترم یک شأنی از شؤون نبی اکرمه، یکی از امکاناتی است که خدا به حضرت داده. و جعلت له و لهم اول بیت مزعل الناس. اینو خدا برای حضرت قرار داده که امت رو به خدا برسونن. اینا همه فرع بر امامن. یه جایی اگر امام داره از مکه بیرون میره، نباید امام رها کنی. اینجا مشغول طوافم باشی، جهنمی میشی. اگر کسی مشتاق لقاء خداست، دیگه کعبه رو رها کنه، با امام حسین حرکت کنه. اگر کسی مشتاق لقاء خداست، بعد منا و عرفات کنار بگذاره بیاد با امام حسین. من کان باذلن فینا محجته موطنن علی لقاء الله نفسه. دیگه نباید فریب بخوره. یکی از چیزهایی که شیطان به وسیله او ما را از امام جدا میکنه همین مناسکه. مناسک اگه انسان را از امام جدا کرد، خطبات شیطانه، رد پای شیطانه. حضرت میفهمن اگر کسی میخواد به لقاء الله برسه، مقدماتش رو طی کرده، خودشو به ما برسونه، بقیهش دیگه با ماست. شما گمانتون اینه حبیب بدون امام حسین به خدا میرسید؟ تمام عمر شب تا صبح نماز میخوند، برکات این همراهی سید الشهدا رو داشت،
زهیر امام حسین رو رها میکرد تا آخر عمرش طواف میکرد. به جایی میرسید جناب حر سلام الله علیه امام حسین رو رها میکرد، تمام عمرش مشغول تلاوت قرآن و شب زنده داری روزه داری میشد، به جایی میرسید. با امام هست که راه خدا باز میشه. این مهمترین نکته سلوکه. بله، کسانی هم سفر امامند که من کان باذلن فینا موج، این قافله قافله است که سرباخته ها تو این قافله هستن، جان به کف ها تو این قافله هستن. کسانی که مسئله مرگ و لقاء الله برشون حل شده، مرگ رو مات و فات و پایان خط زندگی نمیبینن، اول لقاء الله میبینن، بیقرار ملاقات خدا هستن، میخوان از چنگ این مخلوقات رهاشن به خدا برسن، بارشون رو تو دنیا برداشتن، مشتاقن که این بار رو به مقصد برسونن. مثل زنبور عسلی که عباب میگن، یعنی همین دیگه، یعنی میره تو نخل، میره تو گلستان، میره تو نخلستان، ولی شیره گیاهان رو بر میداره، بر میگرده به مقصد خودش. این که به ما گفتن عباب باشید یعنی این دیگه. اینایی که جزو عوابینن، اینایی که جزو مشتاقان لقاء خدا هستن، اینا باید فلیرحل معنا، اینا حالا باید به امام گره بخورن، با امام هم سفر بشن، حضرت دست اونها رو میگیره به مقصد میرسونه. این سیر ماست تو این محرم انشاءالله، یه جوری خودمونو به معیت امام حسین علیه السلام برسونیم. حالا درجات داره معیت، انشاءالله در شبهای آینده بعضی آیات قرآن رو تقدیم میکنم و یه مقداری معیت با امام و معیت با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از بحث‌های مهم قرآنی است، ان شاء الله بعضی آیات و روایات محضرتون تقدیم میکنم حول همین مسئله. خلاصه حضرت دارن ما رو دعوت میکنن، میگن اگر آمادید بسم الله الرحمن الرحیم پا تو این میدان بگذارید. الانم دعوت حضرت برقراره، فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. من فردا صبح، درست روز حج و ذی‌حجه است، من راحلم، من راحل الی الله ام، من رو به خدا دارم میرم، هر کی آماده است با ما کوچ کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كلمة اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود. انبیای الهی، انبیای اولوالعزم، وقتی گره به کارشون میافتاد خدا رو به امام حسین قسم میدادن. کلیم اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود. مسیح اگر دوا دهد بی تو شفا نمی شود. اگر جدایی افتد میان جسم و جان من، یا ابا عبدالله خوشا به حال اونایی که اینجورن. اگر جدایی افتد میان جسم و جان من، قسم به جان تو دلم از تو جدا نمی شود. گریه اگر کنم همی بهر تو گریه می کنم،
ور نزد دیدم عباس عشق رها نمی شود، گرد حرم دویدم صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. خوشا به حال اون روحای بزرگی که منا و عرفات رها کردن با امام حسین به کربلا آمدن. جز سر غرق خون تو که شد چراغ غافل، رأس برید بر کسی راه نما نمی شود. زید ابن ارقم میگه تو کوفه در حجره خودم نشسته بودم، دیدم یک صدای تلاوت قرآن عجیبی به گوش میرسد. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، دنبال کردم سر از حجره بیرون آوردم ببینم کی انقدر زیبا قرآن میخونه، دیدم سر مطهر سید و شهدا بالای نیزه، 18 سر مثل قرص ما پشت سرش، یک کاروان اسیر زن و بچه. کیه که کهف این کاروان شده اونا رو به سمت خدا میبره، با سر بریده خودش داره این کاروان رو دلالت راهبری میکنه. جز سر غرق خون تو که شد چراغ غافل، رأس بریده بر کسی راه نما نمی شود. ای بدن تو غرق خون، وی سر و روت لالگون، با چه خضاب کرده ای خون که حنا نمی شود. حواله امشب اینجور بود، بریم تا آخر مصیبت سید الشهدا اول محرم، کرب و بلا و کوفه شد سخت به اطرتت، ولی هیچ کجا به سختی شام بلا نمی شود. چوب به دست قاتلت سوخت و گفت این سخن، جای سر بریده در تشت طلا نمی شود. یه جوری تو این مجلس قرآن خون دوست و دشمن متوجه شدن، دست برد به چوب خیزران، همه سر کشیدند ببینن کی انقدر زیبا قرآن میخواند. دختر امیرالمومنین نگاه کردید سر در تشت طلا مقابل یزید، دست به چوب خیزران برده، برخواست گفتن برای اولین بار آخرین بار، دست برد گریبان چاک کرد، وا حسینا